گرمه، هم واقعا زندگی مجردی یعنی همین، هم باید کار بکنی، هم باید ادیت بزنی، هم باید ویدیو یوتیوب بزنی، هم نظافت باید بکنی، هم غذا باید درست بکنی، هم باید اتو بکشی. واقعا سخته، ولی مشکل این نیست. قرار نیست قور بزنیم، قرار کلی خوش بگذرم امروز. منتظر خبرم از دوستام که بریم پارتی دم یه ساحل خیلی خوشگل، ولی منم دارم نظافت میکنم. دلیل نظافتم هم بهتون میگم، پس برو بریم. من یه سوال دارم از شما. شما اول گردگیری میکنین بعد جارو میکشین، یا جارو میکشین بعد گردگیری میکنین؟ چون من هر دفعه جارو میکشم باز گرد میشینه، گردا رو میگیرم هم باز گرد میشینه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. حالا شاید نگاه کنید به اینکه خب داره جارو میزنه، داره نظافت میکنه، ولی واقعا این نیستش. داستان از این قراره که همزمان که دارم جارو میزنم به چند تا چیز دارم فکر میکنم. چون که از خواب بیدار شدم یه سری اخبار خوندم در مورد تورم جدید ترکیه، در مورد این بیشتر صحبت میکنیم توی این ولایت روزانه‌ای که داریم. ولی چیزی که هست، وضعیت ترکیه خیلی به هم ریخته. هر روز که پامیشی یه سری اخبار عجیب غریب میخونی، یه سری فشارهای جدید به آدمها. و منم در حین کار کردن که داره آرومم میکنه این کار کردن، گفتم دلیل این نظافت چیه، دارم خودم آروم میکنم، دارم فکر میکنم که ببینم که باید چی کار بکنه. پس نظافت بکنیم. یه جای داستان میخوام بیشتر در مورد این گرونی و تورم هم صحبت بکنیم. یه قر نیستا، فقط یه توصیه و یه مقداری صحبت رفاقتی با هم دیگه. یه سوال دارم ازتون، توی تمیز کردن خونه چه چیزی بیشتر بهتون حال میده؟ مثلا تی کشیدن، یا مثلا جارو زدن، یا گردگیری مثل این کاری که من دارم انجام میدم؟ من کلا همشو باید خودم انجام بدم، کسی نیستش که بهم کمک کنه متاسفانه یا خوشبختانه. ولی بعضیا هستن که مثلا تی کشیدن بلد نیستن، یا جارو دوست ندارن بزنن، یا مثلا با ظرف شستن مشکل دارن. ولی من اوکی ام با همش، مجبورم که اوکی باشم، کار دیگه دستم بر نمیاد. و اینکه همیشه دو هفته یه بار، هفته یه بار، یک شنبه ها مخصوصا روزهای تعطیل استانبول و ترکیه سعی میکنم خونه رو تمیز کنم اگه کاری نداشته باشم، چون که از خونه کثیف بدم میاد. واقعا به نفس افتادم. این اتاق جاروش از قبل زده بودم و گفتم که بهشم بکشم. این اتاق لباس و از این جور چیزاست. لباس آویزی میکنیم که خوش بشه، یا لباسامونو توی کمد جمع میکنم و این رگاله که اینجاست و لباسامونو اینجا میذاریم. باید بهتون بگم که خونه یه مقداری بزرگه، از یه مقداری بیشتر البته، و نظافتش هم واقعا سنگینه. حالا امیدوارم وقت بشه و تایمش پیش بیاد بعد از این اتفاقایی که دارم رقم میزنم توی این خونه، بتونم براتون هوم تور بذارم که بتونید ببینید که چه خبره دیگه. پس ما بریم تیمون رو بزنیم. دوربین میمونه اونجا دیگه، تا زمانی که خوش نشه میمونه اونجا. برند مینتاس جام تمیزلیجی. آقا همه جا رو تمیز کردیم، باید دیگه کارهای نهایی این حموم دستشویی هم انجام بدم، یه دوش بگیرم که قراره بریم پارتی. آها، قبلش قراره حرف بزنیم، پس حرف زدن یادمون نره، چون که قرار بود یه مقداری قور بزنم. اصلا قور پای ثابت زندگی آدم هاست. نمیخوام انرژی منفی بدم، ولی یه سری چیزها رو باید بهتون توصیه کنم، مخصوصا اونایی که قراره بیان استانبول. پس حواستون جمع باشه. میام. وای، از این چیه؟ از این مایه ها زدن نفسم بالا نمیاد. اوه، ان که زنده بمونم. در رو داشتم میشکوندم، آروم شدم یه مقداری، خونه رو تمیز کردم، به مقداری در حین تمیز کردم به همه چیزی که قراره باهاتون صحبت کنم فکر کردم و حالم یه مقداری بهتره. شاید الان پیش خودتون میگین که چی شد اصلا سفید پوشیده، ما تو رو با لباس سفیدم دیدیم، چون که گفتم دارم میرم ساحل، اگر مشکی بپوشم کباب میشم. بریم حرفامون رو بزنیم، سوار تاکسی ماکسی بشیم، بریم پیش رفقامون، قراره که یه مقداری چیل کنیم و موزیک خوب گوش بدیم و حالمون بهتر بشه.
برو بریم. خب همون اول ویدیو برگشتم چی گفتم؟ گفتم که یه مقداری ذهنم درگیره که دارم با نظافت کاری اینو با خودم هندلش میکنم. درگیر چی بود؟ صبح اول صبح گوشی رو برداشتم، اینستاگرامی که نباید این کارو بکنیم خیلی، اون وقتی از خواب بیدار میشیم باید یه مقداری به کارهای عادیمون یعنی روزمرهمون برسیم بعد گوشیمون رو چک کنیم. ولی عادت بدیه که تقریبا 90-95% آدما انجام میدن، یا اینستاگرام چک میکنن یا واتساپشون رو چک میکنن یا کلی چیزای دیگه. این کارو کردم و اخبار رو دیدم. اخبار دیدم که آقا شب خوابیدیم صبح بلند شدیم، بنزین توی ترکیه از 27-28 شده 34-35. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا 7 لیر 8 لیر گرون شده بنزین توی ترکیه. یه باک 70 میشه 2300 لیر 2400 لیر، یعنی 5 میلیون تومان. اصلا یه رقم عجیبیه. بعد حقوق یه نفری که اینجا کار میکنه 11000 لیر 12000 لیر، یعنی حقوق تو 3 تا باک 4 تا باک بنزینه. یعنی اینجوری حساب کنید. داشتم به چی فکر میکردم؟ در جا صبح داشتم به این فکر میکردم کجا برم، کدوم کشور برم، مهاجرت کنم نکنم، کسایی که میخوان بیان اینجا بنده خدا چیکار میخوان بکنن. ببینید قبلا گفتم وقتی میخوان اینجا مهاجرت کنین واقعا فکراتون رو بکنین. الان نمیخوام آیه یأس بخونم، درسته ایران هم گرونیه، وضعیت خرابه، همه کشورها وضعیتشون به هم خورده، ولی ترکیه وضعیتش از همه جا بدتره. پس همیشه دقت بکنین جایی که میخواین مهاجرت بکنین. توی ترکیه الان هفتگی داره تورم میاد، واقعا میگم هفتگی ها، از برگرش گرفته، از نونش گرفته، از آبش گرفته، از برقش، همه چی، بنزین گرون شدنش یعنی گرون شدن همه چیز، از حمل و نقل گرفته تا خورد و خوراک. پس اگه میخواییم مهاجرت کنیم به ترکیه یا استانبول قشنگ دقت بکنید. خیلی ها دارن از اینجا فرار میکنن، خیلی از دوستای من ذاتن رفتن و یه سری هم دارن میرن. منم به مهاجرت فکر میکنم الان. قبلا هم تو یه ویدیو استانبول خستم کردی گفته بودم که دارم به مهاجرت کردن جدید و به یه کشور جدید دارم فکر میکنم. پس سعی بکنید اگر میخواهید مهاجرت کنید به ترکیه، یا با یه پشتوانه مالی خوب بیاد، یا درآمد دلاری داشته باشید، که اگر درآمد دلاری داشته باشید مثل چی زندگی میکنید اینجا؟ یعنی چهار فصل مثل ایران، اشغالش برای حالتون قشنگ خوبه خوبه. پس حواستون به این جمع باشه که با درآمد تومن و لیر اینجا دیگه نمیتونید زندگی بکنید. همین این حرفا رو زدم فقط یه راهنمایی کرده باشم واسه کسایی که میخوان بیان اینجا. منم از صبح که دارم نظافت میکنم دارم فکر میکنم که قراره چیکار بکنم، یه سری ایده ها و کارها توی یوتیوب توی ذهنمه که اگر اونها رو بشونم سر جاش و بتونم درآمد دلاری یا درآمد خوبی داشته باشم از این کشور نمیرم. واقعا استانبول رو دوست دارم چون که به ایران نزدیکه. خانواده‌ام بخواد بیاد 2-3 ساعته میام، من بخوام برم یک روزی 2-3 ساعته میرم. و تو نمیتونی بلنشی بری کانادا و خیلی راحت بتونی سفر کنی بری بیای. همه چیزت فرق میکنه، تایمینگت با کشورت فرق میکنه. من اینجا رو دوست دارم و اگر بتونم این چیزایی که میگم و بذارم سر جاش زندگیم خیلی خوب میشه. پس کلن زمانی که داشتم نظافت میکردم به این چیزا داشتم فکر میکردم. قر نیست اینها، فکر نکنی که دارم قر میزنم، ولی گفتم که شما رو در جریان اتفاقات روز ترکیه و استانبول قرار بدم واسه کسایی که دوست دارن حالا مهاجرت کنن به اینجا یا کشور دیگه. بریم که بریم ساحل. میخواییم بریم فیدلس. فیدلس یکی از دیجی‌های خفن دنیای موسیقی تکنوه که میخواییم اونجا بریم ساحل گردی کنیم، هم قدم بزنیم، هم چیل کنیم، هم پارتی کنیم، کلی به هم دیگه خوش بگذره. و اونجا رو فقط راستی با گوشی میرم جلو چون که دوربین و این مکافات رو نمیتونم تو ساحل ببرم و کلن داستانم داره توی ساحل بردن دوربین چون که یه ذری مجوزها و این داستانا میخواد. جایی هم که میخوایم بریم پارتی کنیم ذاتن نمیذارم با دوربین بریم، پس با گوشی میگیرم بقیه‌شو. پس اگر کیفیت یه ذره پایین بود یه سری جاها به بزرگی خودتون ببخشید. سعی میکنم تا اونجایی که میتونم تو بالاترین سطح ممکن و کیفیت ممکن براتون جلو برم. راستی اگه لایک و کامنت و سابسکرایب هم نکردین که بزنید سریعتر که انرژی بگیریم، حالمون خوب شه و بریم جلو. برو بریم. مسیر ساحل کلیوس هستیم و اینکه فکر کنم یه نیم ساعتی راه داریم تا اونجا. دیجی که قراره بیاد دیجی مورد علاقه فیدلس، قراره بریم عشق کنیم کله خالی سوبر سگ. امیدوارم که این صحنه یادتون باشه و آخر شب هم سوبر سگ برگردیم خونه. جا خیلی باده، امیدوارم که صدا خوب ضبط بشه. اگه صدا بد بود ازتون عذرخواهی میکنم. و اینکه واقعا حالت هوا گرفتم، ما راننده خیلی بد رانندگی میکرد و هی هم چاله چوله. بریم داخل ببینیم که چه شکلیه و چه جوریه. اینجا هم ورودی پارتیه.
تقریبا 45 دقیقه از خونه من تا اینجا راه بود و مبلغ 300 لیر هم پول تاکسیم شد تا اینجا. و اینکه خیلی شلوغ پلوغه، خیلی وایب و هوا عالیه، باد ریزی میوزد مثل همیشه و خیلی حال میده. به شما هم فضا رو نشون میدم، همینجوری که دارم خودم حال میکنم شما هم یه نگاهی بندازید. اگه یک روزی اومدین استانبول حتما تابستون به این ساحل بیاید. بردیا اومده میتینگ گذاشتم. بی بی میوزیک بس دیگه. سلام عرض میکنم پارس ده خدمت دوستان و پارتی کنان عزیز، ویلکام تو د پارتی. بهترین تریپ ها رو میزنه بردیا. نو کالت ها بزن سلامت. خانم غزل صنایعی هستش با اینکه و اون آقای دیگه خیلی باحاله هوا واقعا. ببین توی شهر گرمه ولی اینجا یه خوبی که داره یه باد ریزی گفتم میوزه، به خاطر همین هوا عالیه. یه چند ساعت دیگه هم خنک‌تر میشه و خیلی بیشتر حال میده. فضای پارتی یه ذره اومدم بیرون، احساس کردم از الان اگه قرار باشه بکوبم یه ربع 8 شب، یعنی وایسم صدای موزیک تو گوشم باشه کله خالی دیوونه میشم. گفتم بزنم بیرون یه ذره قدم بزنم چیل کنم، آخیش یه ذره نفس بکشم، بعدش میرم پایین و موزیکم گوش میدم. ساعت 11 شب قدر فیدلس بیاد بزنه. در خیلی ناز است موجودات خاص است. آره یعنی مدخلا یعنی با چیز بی خودی مشغول شده، با سرگرم کارهای بیهوده گردن. دربار نه آقا تومان زنده مرد آشنا یا بستگون را دو زندان کاراشو کرد. اوکی اینجا نمیدونم. آره اینجا کمان پارک دارم، اونجا تو بندی میشه، شلوغ و میشه دیگه. خیلی با حال فضا از بالا هم نشونتون بدم به چه صورتیه. بابا انقدری که اینجا ایرانی هست تو خود ایران ایرانی نیست، ایناست که بده. تک تکتون خالی باشه، خیلی داره خوش میگذره. امیدوارم که یک روز سخور کشورمون از این پارتی ها باشه، کنسرت باشه، حال کنیم دیگه. ادامه شو داشته باشیم ببینیم که چیزی. بهارک بالاخره به آرزوش رسید. و 5 دقیقه است هنوزم تموم نشده. یه کلاب است اینجا، همین دیجی ها یه بار دیگه پلی میکنن اونجا تا 4 صبح، ولی فکر نمیکنم من بتونم دیگه ادامه بدم. واقعا خستم چون از صبح زودم از بیدارم. اشتباه بود، همش اشتباه. آقا اشتباه. آقا دروغه.
من پشیمانم. پشیمانم. این ویدیو رو شما در لعنت فکر. ساعت 4 صبح بالاخره رسیدم خونه، میخوام برم دیگه استراحت کنم. خیلی خستم. بعد تاکسی نبود، به سختی تا الان رسیدم خونه. واقعا وقت استراحتی که صبح زود باشم ویدیو رو ادیت کنم برسونم.